با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. خب باز این پیش درآمد دوم و سوم چهارم خواهد بود برای وارد شدن به مرحله بعدی. میخوایم ببینیم که دنبال چی هستیم، واقعیت امر چیه. قراره که احساساتی عمل نکنیم، عقلانی عمل کنیم. یک مقدار راجع به حکومت‌های دست نشانده صحبت میکنم که ابرقدرت‌هایی که به حساب ابرذلتهایی در دنیا هستند که 5 تا هم هستند و حق وتو دارند، در اصل اینا هستند. حق وتو دارند، اینا همیشه پشت پرده با هم دیگه این قضیه سیرک و سیاست که تعریف کردم براتون از آقای جمالزاده، دستشون توی کاسه است. شو اجرا میکنند. برنامه اجرا میکنند. یه حکومتی سر کار میخوان بیارند، میشینن با هم تفاهم میکنن، توافق میکنن و تقسیم بندی میکنن درآمدی که از اونجا و از حواشی اون به وجود میاد براشون، تقسیم بندی میکنه. در داستان سیرک و سیاست که دو بار کلیپ گذاشتم در نوع متفاوت، آمدیم گفتیم اونجا که اون مسئول سیرک و کسی که شو اجرا میکرد یا تئاتر اجرا میکرد، سیرک اجرا میکرد، گفتیم که آمد یه نفر از هندی هم بودن اینها در پایگاه هوایی اصفهان که داستانشو میتونید برید کلیپ های قبلی گوش کنید، برام سیرک سیاست سیاچ کنید. میاد وقتی که اومد اون هندی اون دوستش آورد بغل، یه پاکت کشید سرش و یه گوله زدش افتاد زمین، بعد اینو زندش کرد. دیدیم که آژدان تیمسار اومد بالا و گفتش که اینجا پایگاه هوایی هست، اینجا ارتشه و تو نیست سرمار کلا بذاری، اگه راست میگی با این اسلحه کالیب 45 بزن. خب وقتی که اولی رو زد زنده کرد، همه مردم هورا باریکلا آفرین 2500 هم براش. بعد که آژدان تیمسار اومد برای حرف زد، همه گفتن راست میگه، شیاد کلا بردار. ببین ظرف چند ثانیه اینی که ما میگیم انسان ها بازی میخورند همین هست، تا به احساسات هستن همین هست. بله راست میگه، فلان کن بیسار کن و بعد اسلحه رو گفت آقا جون من تا حالا که پولی گرفتم برای اجرای برنامه تا الان بوده، اگر بخوام با کالیبر 45 تو بزنم فوق برا میشه، باز دو نفر 5 تومن دیگه بدن، 5 تومن دیگه بدن. بعد اگر تونستم بزنم زنده کنم که 5 تومن مارو، من نتونستم پول اولیه رو برمیگرد. خب آژان تیمسارم با اون جبروت و هیبتش آمد و 10 تومن گذاشت روی میز طرف، کوین مال منو تیمسار. بقیه مثلا دیگه پول گرفتن جمع کردن، همه پول آمد و گذاشتن روی میز و اون اصل قبلی گذاشتن روش. خب بعد چیکار کرد؟ این اومد و یک تیر با این کالیب 45 زد به تخته از هم میگه پوکید و خلاصه و هندی رفتن بیرن فرار میکرد، در میرفت آقا ول کنین، آقا ول کنین، من پولتون رو میدم، از این حرف حرفا. و بعد خلاصه اومد نگرش، دو نفر نگرش شدن و اثر گذاشت و یه تیر بیزد یک متر پرشتون بر. این دور این چرخید 5 دقیقه 10 دقیقه حجی مجی لاترجی شد نیم ساعت عرق ریزون، هر کاری که دید بلند نمیشد از زمین. بعد کم کم سه مرد در اومد، آره شاید تو اینجوری کردی، اون فشنگ مشقی بوده فلان بوده. حالا این آژدان تیمسار هم عین یک جلاد میره و میاد. خوب دقت کن دوستان، خوشو 45 دقیقه یواش تکونی خورد، باز از جیم جی لاترجی، خلاصه بعد از یک ساعت اینو بلند کرد. وقتی که بلند شد باز همه هورا دست آفرین باریکلا فلان، آژدان تیمسار هو کردن هو هو هو، از سالو زد رفت، اصلش واسه اصلا رفت بیرون. خب اینجا دارید و بچه‌ها بهتون گفتم که خلاصه مردم رفتن و میگه منم جمازه میگه نیفتنده جوانی بودم داشتم چیزی گفتم، سوژه خیلی قشنگه. میگه فردا رفتم هتل پیش دوستم که اتفاقی تو طبقه دوم هتل دیدم در اتاق کم بازه، صدای یه نفر آشنا میاد، دیدم این صدای یارو سیرکی هندی است. در رفتم تو دیدم که نشستن با آژدان تیمسار دارن پولا رو تقسیم میکنند. من تا اینجا که برای شما صحبت کردم دو سری قبل، خواستم بگم که اصلاح طلب اصولگرا اینا همشون چرت و پرتن، پشت صحنه همه با هم هستند. من اینو می‌خواستم بگم، خوبم جا افتاد، دوستانم خوب گرفتن که اینا همش بازی هست، بازی انتخاباتی، این بیاد این بره اون بیاد فلان، اینا همش پشت قصه همه با هم هستند. تا اینجا جا افتاد. اما از اینجا بعدش می‌خوام بهتون بگم، هیچکس نپرسید که چطور شد این تیم پایگاه هوایی آژدان تیمسار اون سیرک باز هندی این ارتباط از کجا برقرار شد، چجوری سناریو رو چیندن،
چه کار کردن که سیرک بازی که توی شهر اصفهان کار میکرد راه دادن توی پادگان، آمد مجوز گرفت، وارد شد، با هم تفاهم کردن، توافق کردن اینجا سر مردم کلاه بذارن. اینا رو نگفتی، درست شد. حالا من میگم خدمت. پس یک بقول من یه پرده بالاتر کسایی هستن که این وصل رو انجام دادند، این چپ و راست و اصلاح طلب اصولگرا رو میارن و این شور اجرا میکنند و منافعش رو کی میبره؟ کارگردان اصلی که این سیرک آورده میبره. حالا ما وارد این فاز بشیم، بگیم که تمام دنیا، تمام دنیا از بس ابرقدرت و نوچه هاشون هستن، تمام دنیا، وقتی نوچه میگن مثلا یک ارباب هست، نوچه داره، نوکر داره، امربر داره، بهش میگن تو این کارو کنی، کارو کن، توی شوی ما تو هم شرکت و سیای لشکر باش. حرف من از اینجاست که وقتی من میگم دنیا علیه شاهنشاه آریمان و کشور ایران، ملت ایران توطئه کردن، اینجاست. اینا از کجا سر در آوردن؟ چطور شد؟ حالا من میخوام به اینجا برسم. میخوام بریم یه پرده بالاتر بزنیم. ما وقتی گفتم صورت مسئله رو دونستیم، خیلی مسئله حله. وقتی که اومدن در زمان بعد از قاجار، دیدن که از قاجار دیگه چیزی در نمیاد، ارزه این احمدشاه خودش یک گران فروش و یک محتکره و به فکر ملت نیست، خب اومدن با رضا شاه توافق کردن. اینی که میگن رضا شاه دست نشون دست، نه، توافق کردن چون چاره نداشتن، چون ایران داشتن میپاشید، هیچی گیرشون نمیومد، نه گیر انگلیس میومد، نه گیر آمریکا میومد، نه گیر شوروی یا روسیه تزاری میومد، فرق نمیکرد. دیدن آدم با جبر و با ارزه ای، گفتن خب ما اینو میذاریمش و داردستی قاجار رو فعلا جمعش میکنیم، بعد بتونیم انجام بهره برداری بکنیم. و انگلیس هم بحث نفت جنوب داشت که تازه در اومده بود، همه اینا هم تجربه تازه داشتن. رضا شاه که اومد سر کار، بعد دید که اینا اصلا کشور میرزا جعفری، اون کوچیکان جنگلی یه طرف، شیخ خزعلی یه طرف، هر کس یه قسمت بختیاری یه طرف، آذربایجانی هر کی برای خودش داره میکشه. و رضا شاه با اون درایت و کیاست و سیاستش و وطن پرستیش جمع کرد بستر. زمینی که جمع کرد همین رو بست، تمام دست پای این انگلیس اینا رو قطع کرد، اون جریان دیگه دلوار اینا رو میدونید شما. بعد دیدن رضا شاه اینا باج نمیده، حرف خودشو میزنه. گفتن با ما تو رو آوردیم سر کار، گفت وطن منه، کشور منه. بعد آمدن گفتن نمیشه اینجوری، آمدن چیکار کردن؟ آمدن بهشون تعویضش کردن به اون جزیره کذا و کذا و پسرش محمدرضا شاه رو گفتن سر کار، محمدرضا پهلوی رو. گفتن این بچه هست جوانه، میذاریم اینجا و منافع خود رو تأمین میکنیم. خب شاهنشاه آریمان سر کار اومد، با هماهنگی اونها اومد سر کار و بعد که ایشون اومد سر کار، اون درایت خدایی که در وجودشون بود، زرنگی خدایی در وجودشون بود، گفت اشکال نداره، حالا من از اینا بهره برداری میکنم و همین کار کرد. این رو انداخت بیرون، اون انداخت بیرون، آذربایجان خلاص کرد، بالا کرد، پایین کرد، کشور کم کم جمع جور کرد. بحث نفت رو سال 49-50 از دست انگلیس در آورد، ملی اعلام کرد و بعد کم کم شروع کرد به بازسازی کشور. اما باج به اینها نمیداد، باج علیکی نمیداد، یعنی اگه جنسی رو گرون میکردند شاهنشاه گرون میکرد. چند بار اختیار کرد، گفت من منافع مملکت و مردم رو نمیتونم بدم به شما، بیاین با هم کار کنیم پایا پای. که حتی معاملات تئاتری شاهنشاه برای اولین بار با ایبک و شاهنشاه در اولین بار در دنیا اعلام کرد. جنگ زوفا که اتفاق افتاد، وحشت انگلیس رو برداشت، این پاکسازی کرد، اینجا رو زوفا رو پاکسازی کرد. جنگ ایران عراق که می‌خواستن شروع کنن، دیدن که نه، خیلی راحت ظرف چند ساعت صدام تسلیم شد و رفت امضا کرد. این ترس مضاعف آورد براشون. از این برم شاهنشاه خیلی با انسان منصفی بود، منطقی بود، اصولی بود، اومدن و هر کاری کردن که بتونن کاری بکنن که کلاه سرش بذارن و سر ایران بذارن، شاهنشاه قبول نمیکرد. میگفت تا اینجا اومدید، اینجا پای پای، این کار میبریم بالا، ما میبریم بالا. و دیدین که تو مصاحبهاشون، دیدین ایشون خیلی قشنگ از حق ملت ایران و کشور دفاع کردن و ضمن این مسائل کشورم رو به آبادانی پیش بردند. خب اینا در اثر ارتش که نمیتونن، از اثر سیاست که نمیتونن، و داره شاشو کار میکنه و مردم به خودش هماهنگ میکنه، به خصوص بعد انقلاب سفید. خب
آمده از بحث پاشنه آشیل تمام حکومت های تاریخ ایران بحث مذهب وارد شدن و او اتفاق نبود بیفته افتاد که من این وقتاش از اون شیخ فاضل بهتون گفتم که امروز تیکی روزمه رستاخیز میدم. سال 1154 تیراژ فروش کتاب های دینی سر به فلک میزده، مفاتیح الجنان 300 هزار تا با اون جمعیت کم اون زمان فروش میشده. خب که کار همین ها بوده که کاری کنن مردم رو مذهب برن، شیخ احمد کافی ها صحبت کنن، این صحبت کنه، اون صحبت کنه، تکران مسلم بکنن، فلان کنن، بیسار کنن و احساسات مردمی که از زمان قاجار که ریشش در صفویه بوده تو مردم کم کم آوردن بالا. علیه تلویزیون رادیو هم تبلیغ کردن که این علم کفر هست و مردم آوردن مسئله مذهبی، احساساتی و اعتقادی که مردم زمینش هم داشتن از زمان قاجار. نخود بخور فوت کنم بزن توی آش از زمان صفویه و خرافات و وارد بحثا کردن. شکم مردم سیرش بود. هر کسی که بگه بعد از سال 1350 من بیکار بودم، من کار نداشتم که من خیلی هاشون رو میشناسم، دروغ میگن. از این لالیگا ارزه کار نداشتن. یعنی تو مملکت برای همه کار بود. دنبال کارگر میگشتن، از خارج 1 میلیون کارگر خارجی بودن. شما حساب کنید در 33-34 میلیون جمعیت 1 میلیون کارگر خارجی بودن. نبود تو ایران. کسی میخواست کار کنه که بالا شد نبود. اگه اونه که میخواستن کار بکنن برای همه کار بود. اما اونا تنبل بودن، معتاد بودن. من میشناسم شونی. خیلی هاشون نزدیکان خود من بودن. حرف مفت میزدن که زمان شاه اینجوری بود، گرونی بود. تو اگه کار میکردی زندگیت میچرخید. یه کارمند بانک بعد از 2 سال 3 سال خونه میخرید، یه کارگر میخرید. همه برای همه شاهنشاه گذاشته بود، تاوانی خاصی گذاشته بود که مواد غذایی رو نخرن، سوبسید میدادن و امثال هم. اینو بهتون بگم، راحت بهتون بگم، چون من دیگه خودم سال 50 طبعا 50 من 14-15 سالم بوده، خوبم میفهمیدم، خوبم کار میکردم. حرف مفته، درست شد؟ خب پس آمدند و با این توطئه‌ای که کردن که بارها گفتم که شاهنشاه فرمود اتحاد سرخ و سیاه، که هرگز فکر نمی‌کرد شاهنشاه روحانی که میگه کمونیست کافر است برن با هم توافق کنن، که دنیا آمدن این کار کردن. کیا کردن؟ همون کسی که اون سیرک آوردن توی اصفهان. مثال میزنم از طرف بود خارجی، توافق و تفاهم کردن و آوردن توی ایران، به کار مذهب آوردن پاشنه آشیل و به شاهنشاه گفتن این کارا رو انجام بدی، اوپک لغو کنی، با عراق بجنگی، تمام چپ‌های رو ایران بکشی که حساب شلوغی بشه و بحثی که دیگه اعلام کردم و چند بار گفتم. و شاهنشاه تحت هیچ شرطی بار نرفتن. گفتن من کشورم رو آزمایشگاه ابزار جنگی شما نخواهم کرد. چون می‌خواست آمریکا بعد از جنگ 6 روزه ببینه که توانایی شوروی چقدر هست در سلاح، که عراق تا دندون مثلث سلاح روسی شوروی بود، ایران تا دندون مثلث سلاح آمریکایی بود. ولی شاهنشاه قبول نکردن و بعد از این مسائل گذاشتن و تشریف بردن از مملکت که بهترین کار ممکنه تاریخی رو کردند. حالا بگن شاهنشاه دستشانده بوده، در اون زمان چاره غیر از این نبوده. اما بعدش چه کار کردند؟ آمدن گفتن آقا یه حکومت بزنیم سر کار که فقط به فکر شکم و زیر شکم باشه، هر چی ما گفتیم اطاعت کنن. دیدن آخونده. خب بحث مذهب از قبل کار کردن، سال 1153 کار مذهبی شروع کرده بودن، تبلیغات، بحث گسترده فلان اینها، و با خمینی کنار اومدن. اول با موسی صدر صحبت کردن، موسی صدر شرایط همه رو نپذیرفت، گفتن شما به دست نشانده ما باشید، ما برای شما دولت تعیین میکنیم، همه کار میکنیم، شما چه کار دارید؟ شما فقط سر مردم گرم کنید، ما کار خودمون میکنیم. بقول اون شعر یزدی میگفت تو صورت خود نکو گیر، حجابت محکم نگه دار، که ما کار خود صورت داریم از زیر. شد هدفشون این بود. در وهله اول هم به هدفشون رسیدند. اما بعد که دولت بازرگان رو گذاشتن کنار و این مسائل رو باز مصدقه رو گذاشتن کنار، اینها که آخوندها این خدمتی بود ما کردن، این دار دسته رو گذاشتن کنار، گفتن خودمون که پایه گذاشتن رفتن جایی قضایا بود، آمریکا یه خودی که بازی خورد این قصه. اما گفت اشکال نداره، باند اقتصادی کشور دست ماست، دست نوربخش و عادلی و ابصار است. حکومت دست نشانده و فکر میکردن که خیلی دارن کار میکنن، اما بازیشون میدادن، چون اینا کار بلد نبودن، هیچی بلد نبودن. 40-50 سال هم از جامعه عقب بودند. امثال نوربخش ها رو بردند، عادلی ها رو بردند، فراماسون ها آقای میرحسین موسوی رو بردند، روس ها خامنه ای رو بردند، شوروی خامنه ای رو بردند، انگلیس که دار دسته لاریجانی ها و همین روحانی اینا که اصلا همون زمان رو بردند، چینی هم آدم خودشون رو بردند و خلاصه اینجا رو
نشستن با هم پشت قصه گرگ ها درآمدها رو تقسیم کردن. بعد این آخونده خیلی خرتر و احمقتر از یرف هستن، خیلی کارا دیگه میشه بکنن. آمدن برجام رو درست کردن، باز برجام رو لغو کردن، بازی ها کردند. این محکوم میکرد، اون به تو میکرد، اون به تو میکرد، این محکوم. خلاصه هر کاری تونستن کردن سر من میکرد که بتونن مردم رو از شاهنشاه دور کنن، از کشور یادشون بره، برگردن به دوران قاجار. و خیلی هم موفق بودن اون اوائلش، روز خونی ها و سینه زنی ها و امثال ها، باز هم دار دسته اینها. اما اینقدر تخگاز که رفتن و اینقدر، چون اینا کار حکومتی بلد نبودن که، هر چی بهشون دیکته میکردن انجام میدادن. افراد پشت پرده هم بودن، امثال حجاریان، امثال رئیس شهری، امثال فلاحیان، امثال این روح الله حسینیان، امثال طائب، اینها پشت قصه بازشون میکردن و اینا هر کاری میگفتن میگه رفت سنجانی. خودش یک بعضی 100 تا 1000 تا بولدوزر خودش خرابکار بود تو کشور، محیط زیست خراب کردن، سد سازی کردن و این بازی‌ها رو درآوردن زمین ایران کردن آزمایشگاه. هر کاری خواستن اینجا کردن، پول‌ها رو هم تا جایی که تونستن بردن. زمینی که این کارو کردند تونستن کشورهای منطقه هم بدوشن. بعد به عراق گفتن، که به صدام گفتن به کویت حمله کن، استان چندم توست. بعد این کاری کردن که شاهشاریم سال 1353 به علم گفتن صدام و قذافی آمریکایی هستند. ببینید دست نشانده اینه. علم میگه من تعجب کردم، ولی شاهش گفتن بعد میفهمید. بعد دیدیم که تمام دستورات آمریکا رو اجرا کرد، به ایران حمله کرد، بعدم رفت کویت، کویت تخلیهش کرد از نظر پولی و بعد تمام نیروی صدام رو بین بصره و بغداد همه رو زد لحت پار کرد. 480 هزار نفر یه شب زدن قلقمشون کردن و بچه هم صدام برداشتن، دست نشانده بود برش داشتن. حالا میخوام به اینجا برسم. بعد تو این مسائل یک سری کارا هست که مثلا برفت این حجاریان میخواست گوله بهش بزنن، معروف بشه، بشه رئیس جمهور. یه خود گوله این ورتر قانون کائنات اینه. این بازی ها که اتفاق افتاد، بعضی ها اشتباه های استراتژی کردن، تو بازی هاشون خطا در اومد و به خصوص رو بحث القاعده، رو بحث طالبان و رو بحث داعش اینا اشتباه در اومد. اینها ضربای سنگین از اینا خوردن، اعتبارشون دنیا رو زیر سوال. خب اینا رو همه میدونستیم، میدونیم و بعضی اون سوال آگاه میشیم. اما بعد چی شد؟ به اینجا رسیدیم که زمانی که ترامپ ما سر کار، آمریکا در مرز ورشکستگی اقتصادی، دنیا کلا در مرز ورشکستگی. اروپا را دیدیم به چه ذلت و خفتی افتاد. چرا؟ چون نفهمیدن حکایت سوار شدن چهار تاکسی است. بابا شما این همه خراب بار میری، همه جنگ را میندازید، عربستان مثلا عربستان دست نشانده آمریکاست، کشور امارات و بحرین و امثال هم دست نشانده انگلیسه. اینا هر کدوم برای خودشون دست نشانده دارن و حرف بزنن برمی‌دارن پرتن کنار. آخوندا هم همچنین. اما آخوندا برای اینا نعمتی بودند، آمدن مسافرای آنچه براشون گذاشتن، خلاصه صفاسیتی بچه‌هاشون بردن تو آمریکا، پولاشون بردن اونجا و پولاشون گروگان گرفتن، تمام بچه‌هاشون گروگان گرفتن و کاری کردن که اینها آلوده بشن و گرفتار بشن، که همونطورم شدن الان، همونطورم شدن. خب پس آمریکا این کارا رو کرد، این مسئله پیش اومد، بعد خیلی ضرر کرد. اینا 6 7000 میلیارد دلار اسلحه فروختن، 14 15000 میلیارد دلار ضرر کرد. بعد آمریکا اومد و بگیر و ببند و شروع بازی داد. تا ترامپ که اومد، من گفتم این آدم کاسبی است و هم قبلا تکرار کردم، گفتم میاد و حکومت رو برمی‌داره و رو به ایران میاره، از نیروهای ایران در سطح دنیا استفاده میکنه، با 16 عزیزم کنار میاد و 16 دنیا رو نجات میده. اما بعد آمد و باز دوباره باز برگشت به حماقت خودشون، برعکس برگشت به اصل خودش. اصل بد نکو نگردد زان که بنیادش بد است. دنیا رو دارن به طرف آتشی میبرن که همه‌شون توی آتش خواهند سوخت بدون برو برگرد. نفت رو تحریم کرد، اینو نخر، اون کارو نکن. خب تو الان نفت رو تحریم کردی آقای ترامپ، نخرید، بخرد ضرر کردی. اره هست ها، گیر کرده تو شما آقای ترامپ، تو شما تو انگلیس ها گیر کرده. اینور بکشه پاره میکنه، اونور بکشه پاره میکنه، که دورم که ندیدید. خب نفت نخرید، الان اقتصاد خودتم که خوابیده، اروپا هم که دیگه تولید نداره، چین هم که دست به هیلگری و مکاری و به قول معروف چی میگن تقلب رو آورده، شوروی هم که، روسی هم که دیگه با خاک یکی شده است، تموم شده است. یعنی الان یک تکونی بخوره با خاک یکیش میکنن، چون مردم روسیه دیگه میدونن، ترامپ میفهمن که آقای پوتین یک ربات بی شرفی است که به هیچ پاور نیست و فقط با کلاشی و دزدی
کی تونسته با پول کلاشی و دزدی جایی رو آباد کنه که شما بتونید؟ کی تونسته بیاد کثافت توی زمین بکارش گندم برداشت کنه؟ محاله. گندم ز گندم، جو ز جو. بادها کاشیم تو این 40 سال، طوفانها درو خواهیم کرد. ترامپ هم آمد و آمد این کار، آقا بگیریم ببندیم، رو بخار بده صحبت کرد. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا که معامله نمیشه، بازاری ندارن، همشون سر همدیگر میتراشن، اعتبار دلار هم میاد پایین. طبیعی تو ضرر میکنی. ملت ما به سختی عادت کرده و خودشون هم میدونن به زودی زود ملت آگاه میشه. حرف من رو آگاهیه. دوستان، عزیزان، هموطنان من، قربون شکل تک ماه تک تکتون برم، ما وقتی آگاه شدیم که شاهزاده عزیزمون نمیخواد دست نشانده باشه، اصلا نمیخواد حتی سر اینا رو کلاه بذاره، بگه من میام بعد این کارو میکنم، نمیخواد این کارم بکنه، میگه بذار ملت من به اون آگاهی برسند، اگر روزی روزگاری کسی خواست، هر کسی که شو رهبر کشور، یک تلنگر بشه بزنن با مشت تو چونش بزنن لهش، برو گم شو. اگه ملت ما در زمان رضا شاه آگاهی داشتن، در زمان شاهنشاه آریمان آگاهی داشتن، میدونستن چه اتفاقاتی افتاده، گول تبلیغات رو نمیخوردند، آیا تمام فرودگاه رو نمیبستن که شاهنشاه نره؟ آیا اون نیروی انگلیسی تیکه تیکش نمیکردن که نظر رضا شاه بره؟ به تو چه مربوطه؟ کشور من، شاه منه. ولی آگاهی نبود، زمان نبود، نگذاشتن اونجا برسه. ولی الان ملت ایران، کشور ایران، تک تک ایران، در سراسر ایران و دنیا دارن بی آگاهی میرسند. شاهزاده همینه میخواد که ما اگه میام سر کار با اقتدار بیاییم، 40 سال سختی کشیدیم و نوبت پیروزی ما شکم درش نیست، با اقتدار بیاییم، حرفمونم بزنیم و با دنیا هم کار میکنیم، اما دیگه نه ارباب رعیتی، نه بنای دست نشانده، اون باز باج بخوام بگیریم، نه دیگه تموم شدین. شما در این 40 سال اینقدر تحقاز رفتین و کدوها رو ندیدید، حالا تمامتون دل جگرتون در میاد، حقتونم هست. فکر کردید یک ملت مظلوم با شو اجرا کردن این همون سناریوی سیرک و همون بازی ها مردم سرگرم کردید، تحقیرشون کردید توی 40 سال، پاسپورت بردین پایین تو کشورهای مختلف تو سرش. من قبل در دوران شورش ننگین یک جمله خیلی قشنگ از یک نماینده مجلس شنیدم، در مجلس شورای ملی گفت که کاری نکنید که باز برگردیم به اون زمانی که توی رستوران اروپا بنویسند اول سگ و ایرانی ممنون. کارا سگش هم آزاد کردند. یک نفر حرف زد، یک نفر. بقیه دوره بر فقط برای قربانگو بودند و با این که وحش زندگی میکردند، چون قجری بودند، چون از خاندان قاجار بودند، فقط برای قربانگو بودند. این شاهنشاه را عذاب میداد، همه چی یک طرف این شاهنشاه را عذاب میداد. برای شاهزاده پهلوی همین مسئله داره، برای قربانگو نمیخواد. پس ما میخوایم وارد این مرحله بشیم، به این آگاهی برسیم که شاهزاده نمیخواد دست نشانده باشه و ملت ایران قبول نخواهند کرد که یک دستشان در بیان اینجا بذارند. حالا هر کسی میخواد باشه، این اپوزیسیون، اون اپوزیسیون، این جمهوری خواه، اون کوفته زربا، نه، کسی که ملت ایران انتخاب میکنه و محکم هم پشتش وای میسته. وقتی کسی جرأت ایران تو دنیا حرف بزنه، کلمه حرف بهشون بزنه، منتخب مردمه، دست نشانده نیست. شاهزاده تو مصاحبهشون فرمودن برای یک بار در تو تاریخ به خودمون باشیم. وقتی یک بار در توتای خودمون بودیم، برای همیشه خودمون هستیم. تمام اون کسایی که شهید شدن توی راه، جون دادن، خون دادن، عمر دادن، جوون دادن، حقشون ضایع نمیشه. و ما باید به اینجا برسیم که داریم میرسیم، که مرحله بعد من صحبت خواهم کرد. میخوام وارد این فاز بشیم، از این فاز بریم به چهره نگاه کنیم، رأی ما تعیین کننده باشه. ما ملت ایران، ما ملت زجر کشیده ایران، ما ملت بازی خورده ایران. یه فیلمی به نام نیش، این فیلم حتما ببینید، ببینید چی شو اجرا میکردن، سر مردم کلا میذاشتن، چی کار میکردند. بعد یک دیگه از مال یک بانکی بود توی جردن درست کردن، بعدن خواهم گفت، نمیخوام کلیپم زیاد بشه. من راجع به انصاری 3-4 دقیقه صحبت کردم، دیگه راجع به انصاری از من نپرسید. از 7-8 تا کامنت اومده. دوستان عزیز، این آقا دیشب از من کلی گفتم، من زنگ زد گفتم انصاری کجاست؟ گفت هیچ، ایران میره میاد، یک دلغک شده.
و ما اشتباه بزرگ استراتژی کردیم بود در جریان انصاری. ما میتونستیم توسط ایشون خرابکاری زیادی بار بریم، اما اشتباه کردیم و میگفت آدم متوهمی است و گفتیم تو اصلا فلان کس خواب دیده، تو با امام زمانی، تو با خدا هست، تو اینجوری داری میشی و این باورش شد، چون یه آدمی سی گفتم در نقش خیلی سریع ذوب میشه. گفت بعد از اینکه اتفاقات افتاد و این پولا رو دارن 16 گرفته بردن و بعد خوردن و بردن، الان یه دلغه کیست، هر وقتی میره پیش سپاه میخندن مسخرهش میکنن. تا چند ماه پیش هم میبردن برای بسیج صحبت بکنه از خاطرات خودش که بچهای بسیج مسخرهش میکردن، عذر میخوام، انگوشش میکردن. گفت اینه که دیگه این تموم شده است. و این بهت بگم که ما اگر زرنگ بودیم حواسمون بود، یک گفت یک دفعه یک مثال زدی راجع به نور دادن به درختا که زمستون میره بهار میاد، که گفتی شاهزاده و شهبانو فرح نوری بودن در 40 سال توی کشور تابیدن و مردم به امید اینها زندگی کردن، حرف درست بود. ما میتونستیم توسط انصاری و خیلی های دیگه ضربات سنگینی بزنیم که این نور اصلا بپاشه، این امید نباشه. گفتم قانون کائنات خدایی هم هست، اینا خدایی داره و شاهزاده خدا تا رو نگه داشته و نگرش هم میداره. و خیلی حرفای دیگه زدم و گفت که یک دلغه که به تمام معناست الان مسخره عام و خاصه، متوهم روانی شده کلن و اون دوران یادش میاد، اون عزت و احترام، ولی حالا ببخشید عذر میخوام بگم بچه بسیط انگوشش میکنه، مسخرهش میکنه و بعد میاد جزئیات بعضی مسائل میشینه عین فیلمای چی تعریف میکنه، این فیلم ناجور تعریف میکنه و همه بریشش میخندن. گفت اونجا هم که میره باز به دلغکی اون باز دیوانه اومد و هیچ جا دیگه جایگاه پایگاه نداره، از یارو نجا مونده شده به این بدترین بلا برای یک انسان. دیگه از من روش سوال نکنید و برید بگردیم. من واقعا نمیشناختم، نمیدونستم. فقط میدونستم یه نفر یک انصاری سر خانواده خاندان پهلوی کلاه گذاشته و این صدقه سریشون بوده که از اینا فاصله گرفته. صدقه سری بوده که از اینا دادن رفته که از اینا فاصله بیاره، یعنی بلاهای دیگه سر خاندان خاص بیاره. می آورد توسط آتن، میگه اصلا یک چیز عجیب غریبیه، نمیتونی تصور کنی محمدی چیه. با هر کس که میشینه عین همون میشه و هر چی میتو درست میگی، هر کاری میگی من میکنم دیگه. ولی از این حرفا گذشته با اون پولی که رفته منه دو مبلغ شده، هر چی بوده من بیر آقا گفتم و پذیرو کنم صدقه سری خاندان پهلوی بوده به خداوندی خاندان نگه میداره برای نگه داشت واسه ایران و ایرانی و آینده ایران و ایرانی که دیگه دستشانده نباشه، دیگه تمام ابرقدرت‌ها براش برای این ملت ایران بازیچه بشن و ایرانی‌ها بفهمن که ابرقدرت‌ها که به اسم ابرقدرتن، ابرذلت هستن، پوچه 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 هستن، در خود خدا پوچن. دیدیم دیگه کوهاشون موش هم نزایید، یه باد خالی بود، هیچ دیگه توش نبود و الان ببین به چه ذلت و خفتی افتادن. الان همین نفت کشه که داره میره، نه هیچ کاری نمی‌تونن بکنن، بخوام بزنن نفت رو دریا پخش بشه مویسیس خراب بشه، بخوام بگه هیچ کاری نمی‌تونن بکنن، هیچ کاری نمی‌تونن بکنن، هم از دست این رفته، از دست رفته اون رفته است. پس اینا هیچ برنامه‌ای ندارن. الان می‌بینیم به چه ذلت و خفتی افتادن. من یه کلیپ 4 5 دقیقه یا فردا پس خواهم گذاشت. و خدمت شما عرض کنم که راجع مسائل مالی خودم، من به درآمدم چیز چه کار میکنم، هزینه هم از کجا میاد، یه صحبت خواهم کرد و تصمیم جدیدم هم اعلام خواهم کرد که اونجا به قول معروف شفاف باشه قصه. و در کلیپ های بعدی که تقدیم خواهم کرد یک مقدار از زندگی خصوصیمو نشون میدم براتون، کارهایی که کردم یا بودم، روال زندگیم چجوری بوده، که بیشتر با هم آشنا بشیم، بیشتر بدونیم چی هست و چی بودیم و کجا بودیم و کجا هستیم. نکات قشنگی هم توش هست، فکر کنم به نظر خودم قشنگه. و ما باید بدونیم همیشه تیم حریف در آمریکای جنوبی وقتی میخوان آکادمی فوتبال میخوان درس بدید کنن، فوتبال یاد بدن یا ورزش دیگه شون، من فوتبال مثال میزنم، مربی اولین درسی که میده به بازیکناش از نوجوانی و جوانی و بس کمتر میرن تو آکادمی فوتبال، توی اون جایی که به اصطلاح دنبال بازیکن هستند، میگه که در فوتبال تیم ما 11 نفره، تیم حریف 14 نفره، شما 11 نفر با اون 14 نفر باید مبارزه کنید، اینقدر خوب بازی کنید که 14 نفر رو شکست بدید، یعنی که صدا داور هم با اون هستند. و این درس بزرگی و همینجوری هم میکنه آمریکای جنوبی فوتبال جوری بازی میکنه که هر چی که 14 نفر فرض میکنه و این خیلی بهتره.
خیلی برام بهتر هست. خب پس مذاکره بعدی باشید، کم کم وارد مرحله میشه. و اینجا بهتون بگم که دوستان، برای اتحاد بیشتر، برای نشون دادن و ترس به جون حکومت داشتن، من احساس بوقو گفتم، اما بعضیا نمیزنن، نمیخوان بزنن به هر علتی. چراغات میتونه روشن بشه، ماشین شب روشن از ساعت 3 و 4 بعد به بعد روشن تا شب، کسی نمیتونه حرف بزنه. این چراغ روشن گذاشتن کاری نداره که نور پایین هم بذارید، از ساعت 3 و 4 بعد از روشن کنید و نتیجهش رو ببینید. ما میخوایم حکومت آینده ما یک حکومت پایدار، قدرتمند و در دنیا با اخلاق و رفتار رفتار کنه و دنیا رو مقهور خودش بکنه و الگوی بشه واسه دنیا و به دنیا بگه که شمایی که این همه سال چریدید کو دنبه هاتون، ملتتی بدبخت کردید، کشورتون بدبخت کردید. الان فرض کنید، مثال براتون بزنم، الان ژاپن جز سه ابر قدرت، سه تا قدرت از اقتصاد دنیاست، اما خدایش یک سر ژاپن بزنید، مردم ژاپن چطور زندگی میکنند. باور کنید، باور کنید، هیچی تو زندگیشون ندارند. اکثرا مجرد توی یه اتاق که زندگی میکنید، شما توش بذارید سکته میکنید. زندانهای ما از اونا بهتره. اتاقک میگیرن، اجاره میکنن، توش زندگی میکنند. ژاپنه. آیا این اول قدرته؟ قدرت اقتصادی دنیا. ملت چه کار بکشه جیگرشو در بیاری که ملت رفاه داشته باشه، یا واسه رفاه دیگران کار میکنی؟ پس شما نیستید، این راه رو اشتباه رفتید، ملت خودتون داری فنا میکنید، نابود میکنید، استرس و اذیت و آزار و دیوانگی بهشون ارمغه، خودکشی رو بالا میبرید که بگید ما صنعتکاریم. اصلا نیستید. اروپا هم همینطور شد، آمریکا هم داره بلا جونشو میگیره، چین هم که میدونید و روسیه هم که دیگه حرف برای گفتن نیست. عزیزید، ایامتون بکام، ببخشید کلیپ طولانی شد، ولی خب باید یواش یواش وارد فاز جدید بشیم و مرحله جدید. دیگه راجع به عناصر جدید نپرسید. وقتی اینها میگن حکومت جمهوری اسلامی و کسایی که اینو میشناسن میگن یک دلغکه، یک دروغگوی بزرگ، دروغ سازه، نه دروغ، دروغ سازه و یک آدم روانی است و همه مسخرش میکنن، دیگه این آدم ارزش وقت گذاری نداره. ایامتون به کام، روز ما تو باشه.